به نام خداوند یکتا فوزی امیدی هستم، مسئول پروسس شرکت پروسس مواد غذایی زینت افغان هستم. ما تقریبا 15 سال شد که در بخش پروسس مواد غذایی کار میکنیم. جواز داریم، 3 رقم جواز داریم، جواز ایسا داریم، جواز شهروالی داریم، جواز وزارت عطیه را داریم. ما خیلی شاگردان را تربیه کردیم. شرکت ما آچار اوری، چدنی مرچ سرخ، چدنی مرچ سبز ما مندازیم، تولید میکنیم، در بازار عرضه میکنیم. فعلا ما در بازار هم داریم مواد، سوپرمارکت های شهر کابل تحت اثر ماست. هفته یک روز ما توزیع داریم در سوپرمارکت های شهر کابل. میخواهیم که به خیر اگه کدام پروژه، کدام کسی، کدام نهادی ما را سپورت کنه، ما دیگه هم همی شرکت خود را وسط بدیم و دیگه شاگردان را جلب جذب کنیم. خانمایی که در خانه هستن، خانمایی که بی‌وظیفه هستن، میخواهیم که این خانما را با خود داشته باشیم و تربیه کنیم تا خودشان خودکفا شوند، خودشان ترشی، چتنی و ترا در بازار عرضه کنند. شما برای کل اگه برای خودتان معلوم است که نی برای بهبودی ما روان نیستیم. از بهبودی ما فکر میکنم دو شاید که در چقری روان باشیم. به خاطر این معادله باید است که خانما کلشان در کار باشن، برای خانما کار داده شد، مکتبا در فعالیت بیفته، مکتبا در این مکتبا باز شد. وقتی که در مکاتب بسته باشه، اولاد ما بی سواد بدنی بار می آید و مکاتب ها بسته می باشه، شرکت ها بسته می باشه. خب کل گپ سر سواد می ره. اقتصاد یک کشور اول در سر سوادش وابسته به سواد می باشه، به امنیت می باشه، به سواد می باشه، به اقتصاد می باشه. در صورتی که سواد ما، مکاتب ما درش بسته باشه، دخترای ما در فعالیت نباشه، در آموزش نباشه، چطوری کشور ما رو به ترقی می ره؟ هیچ وقتی کشور ما رو به ترقی نمی ره.